سلام به همه دوستان عزیز مرستانم، خیلی خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه از کانال گیمرسان شو و دمتون گرم که همیشه کانال خودتون یعنی کانال گیمرسان شو رو حمایت میکنید. امروز میخوایم بریم سراغ کنسول جذاب پلیستیشن 4، یعنی سومی کنسول پرفروش دنیا. یه کنسول نسل هشتمیه که خیلی هم موفق عمل کرد. واقعا یکی از دلایل موفقیتش هم بدون شک انحصاریایی بود که روی این کنسول خلق شد. یعنی دیگه واقعا بدون شک یکی از میشه گفت تنها دلیلش هم همینه، با اینکه خودش هم خیلی کنسول فوق‌العاده ولی بازیاش که یه چیز دیگه است. امروز خواهم 10 تا از بازیایی که خیلی فروش کردن رو بهتون بگم، یعنی لحاظ لیست 10 تا از پرفروش‌ترین های بازیای PS4 رو بهتون بگم و بدون شک بازیای داخل این لیست هستن که شما شگفت زده میشید. و قبلش کانال یوتیوب من رو سابسکرایب بکنین، تو مسیر 7000 تا سابسکرایبیم اون زنگوله بغلش هم بزنید و اگه اینستاگرام دارید در اینستاگرام پیج رساندادچور فالو کنید. بریم که 10 تا از پرفروش‌ترین بازیای PS4 رو بهتون بگم. بوس به دماغ تک تکتون، بریم توی ویدیو. بازی شماره 10، بازی گوست آف سوشیما. این بازی که در سال 2020 ساخته شد و سبک بازیش هم یه بازی اکشن ادونچر و توسط شرکت خود سونی ساخته شد و خب یه طوری هم بازی حالت هکن سلش داره. بازی خیلی بازی فوق‌العاده‌ایه و سال 2020 هم کاندید گرفتن بهترین بازی سال شد. به نظر من یکی از فوق‌العاده‌های سونیه و من این بازی رو خیلی دوست دارم. نشده که من این بازی رو براتون نه گیم پلی بذارم نه ویدیوی براتون بذارم و 100% در آینده کار انجام میدم. حالا فروشش خیلی جالبه، این بازی تونسته 8 میلیون نسخه فروش کنه و در جایگاه شماره 10 قرار میگیره. بازی شماره 9 از استدیوی EA، بازی Star Wars Battlefront. این بازی که در سال 2015 ساخته، سبک بازیش First Person Shooter یا همون FPS. من خودم خیلی تجربه این بازی رو ندارم ولی لحاظ فروش این بازی فوق‌العاده عمل کرده و این بازی تونسته 8 میلیون 420 هزار نسخه بفروشه و در جایگاه شماره 9 قرار میگیره. همین الان قبلی که بازی شماره 8 رو بگم تو کامنت ها حد بزنید که به نظر شما پرفروش‌ترین بازی PS4 کدومه. همین الان توی کامنت ها حد بزنید. بازی شماره 7، یه بازی فوق‌العاده، بازی The Last of Us Remastered. این بازی که سال 2014 ریمستر شد، استدیوی نایتی داگ برای آماده سازی بازی The Last of Us Part 2 این کار کرده بود که واقعا فکر نمی‌کرد این بازی انقدر خوب فروش کنه. این بازی که ساختش در سال 2013 بود و در سال 2014 ریمستر شد از استدیوی نایتی داگ، تونسته 10 میلیون نسخه فروش کنه و به نظر من خیلی عالیه و در جایگاه 8 قرار میگیره. بازی شماره 7، بازی دوست داشتنی دیگه، بازی Horizon Zero Dawn. این بازی هم جزء بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن، البته دیگه از انحصاری در اومد، این بازی روی کامپیوتر هم اومد و خب نمیدونم چرا جدیداً سونی داره کم کم بازی‌های فوق‌العاده‌اش رو روی کامپیوتر هم ریلیز می‌کنه. دلیلش رو نمیدونم چه سیاستی داره به خرج میده ولی Horizon Zero Dawn هم جزء این بازی‌ها بود. این بازی که بازم از انحصاری‌های سونیه و یک بازی اکشن RPG هست، این بازی هم تونسته 10 میلیون نسخه فروش کنه و در سال 2017 این بازی ریلیز شد. بله، و میرسیم به بازی شماره 6، بازم از سری ناتی داگ و بازی The Last of Us Part 2. من بارها گفتم Last of Us Part 2 تا الان بهترین بازی بود که من تو عمرم بازی کردم. خیلی این بازی واقعا آدمو تحت تاثیر قرار میده و بارها گفتم لحاظ داستان و سناریو داستانی یه قدم از تمام بازی جلوتره و دمش گرم واقعا نیل دراکمن که این بازی رو خلق کرد. این بازی سال 2020 ساخته شد، بهترین بازی سال شد، یه بازی اکشن ادونچر سوروایو هم هست و این بازی تونست بازم 10 میلیون نسخه فروش کنه و در جایگاه شماره 6 قرار میگیره. بازی شماره 5، بهترین بازی سال 2015، بازی ویچر 3. این بازی که در سال 2015 ریلیز شد، یه بازی اکشن RPGه و توسط استدیوی CD Projekt Red ساخته شده، همون استدیویی که فاجعه سایبرپانک رو رخ داد. من همیشه میگم فاجعه سایبرپانک. و خب این بازی تونست 10 میلیون و 800 هزار نسخه بفروشه و در جایگاه شماره 5 قرار میگیره، بازی ویچر 3. بازی شماره 4 از استدیوی سونی و بازی مارولز اسپایدرمن، بازی که در سال 2018 ساخته شد، کاندید گرفتن بهترین بازی سال هم شد و موقع این بازی ریلیز شد واقعا خیلی خوب فروخت. من یادم قشنگ موقعی که این بازی اومد خیلی ها دوست داشتن این بازی بازی کردن. خودم جز افرادی بودم که
اومد بازیش کردم، یعنی اینطوری بهتون بگم، یعنی امروز بازی اومد من فردا رفتم بازی انجام دادم، خیلی هم تحت تاثیر قرار گرفتم، اصلا واقعا محو اون گرافیک، محو اون مکانیکای حرکتی اسپایدرمن بودم که اصلا چی بگم، واقعا یه چیز خارق العاده بود. این بازی تونست 13,200,000 نسخه بفروشه که عدد فوق العاده ایه و در جایگاه شماره 4 قرار میگیره. میرسیم به سه بازی پرفروش کنسول PS4. قبل که بخوایم بریم این سه بازی بگیم، همین الان توی کامنت ها حدس بزنید که به نظر شما این سه بازی کدومان، شماره 3 2 1 بنویسید 5 4 3 2 1 بنویسید. اوکی، خب بازی شماره 3 از استدیوی نایتی داگ، بازی آنچارتد 4. واقعا چقدر استدیوی نایتی داگ گردن PS4 حق داره، یعنی اینو واقعا به نظر من PS4 باید خیلی مدیون نایتی داگ باشه، چقدر بازی ریلیز کرده روی PS4 که انقدرم خوب فروخته. این بازی که در سال 2016 ساخته شد و یک بازی اکشن ادونچره، این بازی عدد فروشش فوق‌العاده است، یعنی چیز عجیبه تو میگم، این بازی تونست 16 میلیون نسخه بفروشه. من آنچارتد 4 رو خیلی دوست دارم، به نظر من یکی از من به نظر من بهترین نسخه آنچارتد 4ه، این نظر منه. و خب اون سناریوی داستانی که رخ میده، حالا خیلی نمیخوام اسپویل بکنم، بین خودش و برادرش فوق‌العاده است و به نظر من میتونه و واقعا حقشه این 16 میلیون نسخه فروش و دمش گرم. خب میرسیم به بازی شماره 2، یه بازی خیلی خاص، یه بازی که میشه گفت پرفروش‌ترین بازی دنیا هم هست، بازی ماینکرافت پلی‌استیشن 4 ادیشن. خب این بازی که در سال 2014 واسه PS4 لیز شد و یه بازی سوروایو دیگه، کاملا ماینکرافت رو تمام گیمرها میشناسن، اون فضای گیمینگ پیکسلی خیلی خاص، واقعا دنیا رو متحول کرده و گیمرها ساعت ها میشن این بازی میکنن و بتونم گفتم پرفروش‌ترین بازی دنیا هم از ماینکرافت تا به الان نزدیک 220 میلیون نسخه فروش کرده که این عدد خیلی عدد عجیبیه. 17 میلیون نسخه فقط روی پلیستیشن 4 فروخته، یعنی ماینکرافت پلیستیشن 4 ادیشن تا به الان 17 میلیون نسخه فروش کرده که عدد بی نهایت قابل تعجبه و در رتبه 2 قرار میگیره. و میرسیم به پرفروش‌ترین بازی کنسول PS4، به نظر شما کدوم بازیه؟ همین الان میتونید دوباره توی کامنت ها حدس بزنید تا قبلی که بخوام اسم بازی بیارم. بازی از استدیوی سانتا مونیکا، بازی که در سال 2018 بهترین بازی سال شد، بازی که کوری بارلاگ معروفی بازی ساخته و کاملا دیگه معرفیش کردم، بله نسخه گاداوار 2018. من به نظر من یکی از دلایلی که گاداوار خیلی خوب فروخت اون فیس جدید کریتوس بود، که هیچ موقع اون لحظه رونمایی فیس جدید کریتوس رو من یادم نمیره که جهان منفجر شد. اینو بدون شک بهتون میگم، من همیشه دو تا رونمایی همیشه گفتم جهان منفجر شد، یکی همین رونمایی رزیدنت اویل 4 ریمیک بود که اصلا چیز عجیبی بود، جهان منفجر شد، و دومی موقعی که فیس جدید کریتوس رونمایی شد، یه چیز عجیب بود، اون ریش خیلی خاص و اون یه مقداری حالا پا به سن گذاشته بود و کریتوس که پدر شده بود و اصلا یه چیز عجیب بود. این بازی عدد فروشش خیلی قابل توجهه، 19,500,000 نسخه تونسته فروش کنه که تا به الان پرفروش‌ترین بازی پلی‌استیشن 4. خب دمتون گرم بچه ها که این ویدیو رو تا آخر دیدید، اگه دوست دارید دوباره از این مدل ویدیو واسه کنسول دیگه بسازم کانال یوتیوب من رو سابسکرایب بکنین، اون زنگوله بغلش هم بزنید، در اینستاگرام پیج رسام داشو رو فالو کنین. دمتون گرم، تا ویدیو بعد، بازی بعد، بوس به دماغ تک تکتون، خدا نگهدار.